Orașul Utvingios. Borus biografie. Putek ești hoja. کم کش تو کاکم عشق رب انگاری تو پاکم با رفیقا می شدیم تو پاکم همه صرف چیزی نبود تو لاکم با رویای اینکه یه روه می نمیشم تکس می نوشتم تو کلاسا همه می دونستم پوری قرار رپر شنم مهندس ناسا شاید خودتون پرسید چرا شجاع Brave پوتک آیدی اینستاگرامش حالا چی شده که به این نتیجه رسیده که شجاعه ما هم نمی دونیم پوری عرب ملقب به پوتک، پوتی، پوت، تو همینا بود لقباش متولد سال 1371 بچه پیروزی با دماغ عملی چه شود؟ سلامتید قناری از رپرهای نسل 3 هستش که طرفداراش بهش میگن شاه نسل 3 که حالا ما نمیدونیم شاه نسل 3 بودن چه لطفی داره الان رضا پیشرو شاه نسل 1 چی شد؟ ببخشید. بله. الو. الو. این خط واگذار شده. پوتک الان ساکن برلین آلمانه ولی کشور اصلی که توش سکونت داره اوکراینه که متاسفانه به خاطر جنگی که پیش اومد مجبور شدن به خانواده‌شون برن به برلین آرزو سلامتی داریم هم برای خودش هم برای خانواده‌اش و خب طبیعتاً اینجوری جا به جا شدن سر چیز قشنگی نیست آدم خیلی چیزاشو ممکنه جا بذاره تو کشور خودش مثل اون پیرن فسفوریه میشه دیگه نپوشی اونو ببخشید آ سلیقه است بازم خودت میدونی چیرز پوتک از معدود رپرهایی هستش که بعد ازدواجش خانمش بهش اجازه فعالیت داد. دست شما درد نکنه. از نکات مثبت پوتک میشه به فعالیت مداوم تحت عنوان آلبوم اشاره کرد. چه اسم آلبوم ها رو ما نمیگیم. چون سخته. این چه وضع اسم آقای پوتک؟ چنگار. چیه؟ از آمیزش چنگال و پرگار طرف. ببخشید. جز. نقطه عطف اول پوتک درست زمانی بود که خلصه بهش گفت گی یعنی قبلش 40 تا آلبوم داده بود خیلی نمیشناختنش خلصه بهش گفت گی همه فهمیدن این که ولی پوتک خیلی باهوش از این حرف بود و از این نقطه عطف اول به قدری خوب استفاده کرد تا برسه به نقطه عطف دومش درست زمانی که کچی بیتس بهش گفت اصلا رپر نیستی شما ببینین کریر چقدر کار شده است ایول موضوع تو آهنگای پوتک عموماً اجتماعی و سیاسی هستن و توی موزیکاش هی ایلومیناتی ایلومیناتی میکنه ولی تو زندگی عادی عاشق نوتلا و تراناتو لفه عزیزم چیرز عمده شهرت پوتک از زمان یوتیوب شروع شد و وقتی که بقیه رپرها هم دیدن ای درآمد یوتیوب چقدر خوبه همه اومدن یوتیوب یعنی بعد بچه ها اینقدر خوب بازی رو بلدن که یه نفر عینکشو گم میکنه نمیره واتساپ به کسی تکست بده که بگه عینک من دست شماست نه ویدیو یوتیوب اون ورم اون یکی که میخواد بگه دست من نیست اونم تو واتساپ چیزی نمیگه ویدیو یوتیوب ببین ذهن ثروتمندو میبینی عینکم کجاست ویدیو یوتیوب دستکشام ویدیو یوتیوب چتونیت به من میخوره ویدیو یوتیوب چی از این قشنگتر ولی فقط یه نکته ای که پیش میاد اینه که کاراکتری که توی رپ دارن به ما نشون میدن با کاراکتری که توی یوتیوب دارن به ما نشون میدن یکم از هم دیگه دوره تو رپ همه گنگ تو یوتیوب همه مهربون تو رپ همه بریز به پاش تو یوتیوب همه دنبال کامنت تو رپ همه دخترباز تو یوتیوب همه فامیلی من کدومی؟ خب تا اونجا که متوجه شدید کچی بیتس و خلصه خوب نبودن با پوتک مدیونیت فکر کنید برای یوتیوب بود این دوتا یهو دیدن اه پوریا چقدر با استعداده چقدر خوب رپ میکنه شروع کردن باش همکاری کردن بعد که یوتیوبش گرفت همه باش دوست شدن یعنی در واقع پوتک تو رپ حکم اون دوست تو داری که همیشه خونش خالیه تو برای خونش باش دوستی ولی اون که نمیدونه چیرز آلبوم آخر پوتک به اسم روتشایلد همه رکوردها رو زد تو همه پلتفرما جز رادیو جوان
چون میدونی که شما اونجا با M&M فیت بدید 1,000,000 زیر دوستمون ویو میگیرید. مثلا جای بحث هم نداره. یکی دیگه از نکات قابل احترام پوتک فعالیت مداوم و پیوستشه. چون میدونید که اینجا رپرها اصلا نیستن، بعد از چند مدت منت میذارن سر مخاطب استوری میذارن که یا پاسینکن یا میگن که فیلم برداری بیا بدم بیل برداری. چه واژه آرایی، واقعا آدم لذت میبره. این خستگی اون چند وقتی که نبوده رو از تنت در میاره. فیلم برداری، بیل برداری، میخوای بیل برداری، بیا بریم فیلم برداری. ببین، یکی دیگه از نکات خفن آلبوم پوتک این بود 13 تا ترک بود، 13 تا موزیک ویدیو که واقعا کار مشکلیه و از این حیث تو یوتیوب تونست بالای 7,000,000 ویو بگیره و تو اسپاتیفای تقریبا 1,500,000 یا بیشتر ویو گرفته که این واقعا دست داره. و خسته نباشید میگیم بهت چیرز. خب بچه‌ها اینم قسمت سوم روسپی بود، امیدوارم ویدیو رو دوست داشته باشید. ما چون می‌دونستیم پوریا خیلی باجمه است، یه خورده سعی کردیم که شوخیه بیشتری باش بکنیم. و فراموش نکنید اگه ویدیو رو دوست داشتید حتما من لایک کنید، نظراتتون کامنت بذارید و برای حمایت از من چنل یوتیوب منو سابسکرایب کنید. خیلی شاکرم، میبینمتون فعلا. سلام، امیدوارم که خوب باشید. روسپی قسمت پوریا پوتک رو دیدید، امیدوارم که لذت برده باشید. اومدم اینجا یه سری توضیحات یه سری حرفا بزنم. اول از همه که دم فنای فدایی و سهراب امجه گرم که واقعا خیلی دیدیم گفتم ما فنیم و لذت میبردیم. واقعا من فکر میکردم یه کوچولو تعصب بیشتر باشه با اینکه داره شوخی میشه با رپر، ولی خیلی ها میامدن مینوشتن که ما فنشون هستیم، ولی خیلی حال کردیم. دم همتون گرم، واقعا دم همتون گرم. این قسمت هم از پوریا پوتک بود. حالا میخوام یه سری توضیح ریز بدم، اینم آخرش گذاشتم که اگه دوست داشتید ببینید، اون اولش هم که دیدید. حالا داستان از چه قراره ببینید. بعضی هم میادم گفتم خب مثلا فلان آهنگو نگفتی تو بیوگرافیش، مثلا بیوگرافی کامل نیست. این داستان بیسش رسته و قراره که از طریق بیوگرافیش رستش کنیم، یعنی از بیوگرافیش استفاده میکنیم که شوخی کنیم باش. ویدیو اینجوری نیست که قرار باشه فقط بیوگرافیشو بگیم یا سر تا پای بیوگرافیش میگم. اصل داستان اون شوخی است که میخوایم با هم بخندیم و ببینیم چه خبره، شوخی ریز بکنیم با کریر طرف و اون شخصی که بوده. حالا قسمت‌های دیگه خواهد داشت، چه سری ضعف‌ها توش هست 100% که توی هی قسمت‌های بعدی بهتر خواهد شد. فقط یه کامنت جالب من دیدم، خواستم یه صحبتی هم با اون دوستمون بکنم که نوشته بود چون سهراب ام جی باهات مصاحبه نکرده، مثلا ویلی توی مصاحبهش گفتش که آقا مثلا پول میگیره و اینا، اومدی رستش کردی. دوست عزیز، اولا که اون دو روز قبل از مصاحبه پخش شده، بعدش هم که این ویدیو یعنی دوتا رستایی که پخش شد قدیمی بود و توی چنل خود آرش عزیز پست شده بود و من دیدم خوشم اومد و بعد قرار شد که با هم همکاری کنیم، اونو دوباره پخش شد. مال 3 هفته پیش از این داستان اصلا نیست. فقط می‌خوایم با هم بخندیم. دم آرش عزیزم گرم، پر از استعداد. لینک کانالش هم توی دیسکریپشن هست، برید حمایت کنید. اونجا هم یه سری ویدیوهای طنز و اینا میذاره که فرق داره، بعضیش خیلی رپی نیست و راجع به حالا مسائل روز و اینا حرف میزنه که میتونید برید کانال خودش هم یه کوچولو مونده برسه به 1000 تا، برید و بهتر کنید، سابش کنید که انرژی بیشتر بگیره و کلی هم کارهای باحال بکنه. نقد و نظر و هر چیزی هم که دارید بنویسید توی کامنت ها، بخونیم ببینیم چه خبره. و امیدوارم که ناراحت نشید، به هر حال یک شوخیه و هیچ قصد و غرضی توش نیست. پوریان که خودتون میدونید، حالا کسی که خیلی به خود من نزدیک، یعنی خیلی با هم نزدیکیم، اما جای نقد باشه حتما میکنیم، جای هم شوخی باشه حتما میکنیم، اما با منطق. و خود پوریا هم صد اصلا اینو میدونه و به شدت هممون میدونیم که با جنبه است. و خلاصه آقا این از این، دمتون گرم، امیدوارم که لذت برده باشید. سابسکرایب یادتون نره، لایک یادتون نره، دیسلایک با دلیل منطقی اگه خوشتون نیامد یادتون نره، و اینکه شیر کنید که کانال بیشتر دیده شه و اون سابسکرایب هم بزنید. دمتون گرم، تا ویدیو بعدی امیدوارم حالتون همیشه توپ، خوب، عالی و بمب باشه. See you soon.